بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم تلویزیونی نور و علاقمندان برنامه امت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم در خدمت هستیم با ارائه یک دیگری از سلسله برنامه های امت. موضوع بحث ما پیرامونی آزادی بیان در اندیشه اسلامی هست که در این برنامه محترم دکتر عبدالصبور فخری، استاد دانشگاه و رئیس عمومی جمعیت اصلاح افغانستان و محسن. اما در نخست گزارش مختصری پیرامونی همین موضوع آماده نشر است که با هم میبینیم. اندیشمندان و صاحب نظران بسیاری در حول محور بیان و آزادی ها و محدودیت های آن کتاب ها و مقالات بسیاری نگاشتند. آنچه در اکثر نظرات به چشم می‌خورد اعتقاد بر این تفکر اساسی است که آزادی بیان ضمن این که یکی از اجزای اصلی مردم سالاری به شمار می‌رود، رابطه حیاتی و انفکاک ناپذیری با کرامت انسانی داشته و نقش عمده‌ای در بهبود سطح زندگی بشری بازی می‌کند. دین اسلام که اساس و بنیادش بر پایه قرآن کریم بنا گردیده، نه تنها معتقد به آزادی بیان است، بلکه مروج و مبلغ آزادی بیان نیز می باشد. زیرا پایه فرهنگ قرآن بر اساس ارائه دلایل و استنادات منطقی و معقول و در راستای گفتگو، مباحثه، مناظره و محاجه بنا گردیده است. از این رو نه تنها از بیان افکار مخالف واهمه ای ندارد، بلکه مخالفین را دعوت به شور و مشورت و تبادل آرا و نظرات برای به چالش کشیدن خود می کند. هر کی را که می توانید به یاری بخوانید و سوره ای همانند قرآن بیاورید. این گونه آیات که به کرات در قرآن کریم تکرار شده، دلالت بر منطق گفتگو و اطمینان از درستی استدلالات خود دارد. ضمن این که نه تنها هیچگاه از بیان اظهار نظرهای مخالف جلوگیری نکرده و چنان دستوری نداده، بلکه سعی نموده است به اندازه وسع درک شنوندگان پاسخی مناسب برای اشکالات ارائه کند. لذا قرآن به مردم توصیه می کند تا بر روی زمین به سیر و سیاحت بپردازند و در روش و منش اقوام مختلف تعقل و تحقیق کنند تا به وسیله تجربه علمی به بصیرت عقلی دست یابند. در بین صدها آیه‌ای که اسلام را دینی آزادمنش و بدون جبر و اکراه معرفی کرده، یک آیه شاخصی واضح از اعتقاد قرآن و اسلام بر آزادی بیان است، آنجا که می‌فرماید: پس بشارت باد بر مؤمنین، کسانی که به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترین آن را برمی‌گزینند و پیروی می‌کنند. خداوند در این اعجاز کلامی در جمله کوتاه چندین نکته ارزنده را اشاره فرموده که می توان آنها را تیتروار بدین گونه برشمرد. هر کسی که صاحب نظر و سخنی است می تواند نظر خود را به طور آزادانه و علنی بیان کند و در مقابل به نظر مخالف خود پاسخی شفاف، منطقی و مستدل دهد، به گونه ای که مردم به نظرات مختلف دسترسی داشته باشند تا بتوانند نسبت به آنها قضاوت کنند. قطعا مردم از سخن و نظری پیروی خواهند کرد که شفافتر و منطقی تر است و برای زندگی و حیاتشان مفیدتر تشخیص داده می شود. زیرا مناظرات و بیان آزادانه افکار و نظرات برای جستجو و دستیابی به حقیقت ضروری است. قطعا تحقیق، تفحص و تعقل زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را به دست می آورد که منابع مختلف، متنوع، گوناگون و متضاد به طور آزادانه در اختیار مردم قرار داشته باشد. مؤمنین و معتقدین به قرآن و اسلام نه تنها گوش شنوایی دارند، بلکه تحمل شنیدن اظهار نظرات مخالف را نیز داشته و بدون آنکه دچار تعصبات شوند به سخنان مخالف و موافق گوش فرا می دهند. از این رو شاید بتوان گفت که یکی از صفات مسلمان معتقد به مفاهیم اسلام، تحمل پذیری در شنیدن نظرات و عقاید مخالف است. جناب دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین به استودیو امت. تشکر از شما. سلامت باشین. مبحث ما پیرامون آزادی بیان در اندیشه اسلامی هست. بدون شک همونطوری که آشکار و هویدا هست، آزادی همزاد انسان است. ما شما میبینیم در مفاهیم قرآنی این مبحث بسیار به خوبی روشن و واضح هست. الله متعال انسان آزاد آفرید و در عمل کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم یا یاران قهرمانش در صدر اسلام این مسئله به معنی واقعی ثابت شده. اون
مقاله معروفی که از حضرت عمر به ما رسیده در اظهاراتش میگه که تا چه وقت شما انسانها را برده میگیرین در حالی که پدر و مادرشان آزاد به دنیا آورد. یکی از انواع این آزادی، آزادی بیان است. جناب دکتر صاحب، گاهی اوقات از آزادی بیان به حریم خصوصی تجاوز میشه و یا هم با استفاده یا به بهانه آزادی بیان اشخاص و افراد توهین و تحقیر میشوند و یا هم بر ارزش ها تعرضی صورت میگیره. اساسا آزادی بیان در اندیشه اسلامی چگونه تعریف شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و خدمت شما تمام بینندگان تلویزیون نور. علیکم السلام. خدمتتون عرض بکنم که اند موضوع آزادی بیان در اسلام عموما از همی از اندیشه آزادی اندیشه و آزادی اعتناق اسلام گرفته شده که همونطوری که در قرآن کریم آمده که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی وجود ندارد و اجبار وجود ندارد. به طبع از این طبعا مسئله آزادی رأی و آزادی بیان هم وجود دارد. در از نقطه نظر عملی وقتی که ما زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که حتی بعض روایت ها وجود دارد که حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفته ما هیچ کسی را از پیامبر صلی الله علیه و سلم پر مشوره تر ندیدیم. مشوره معنیش همی است که به رأی دیگران و به فکر و اندیشه دیگران احترام میگذاری، میشنوی که دیگران چه میخواین بگوین و چه مطلبی دارند برای بیان کردن. مادام که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به همه کس در مشوره گرفتن به اصطلاح پیش قدم بوده، رأی دیگران را احترام میگذاشتن با تعبیری که اونها میکردن و آرایی که داشتن اون به اونها احترام میگذاشت. و بالفعل روایات بسیار متعددی وجود دارد که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چه کسانی که صحابی بودند و می آمدند به پیغمبر خدا یک رأی دیگری را پیشنهاد میکردند. مثلا ما نمونه های بسیار زیادی داره، من چند نمونه را خدمتتون عرض میکنم در این رابطه. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر تشریف بردن، در اونجا یک جایی را انتخاب کردن به عنوان اردوگاه. یکی از صحابه آمدن پیش پیغمبر خدا گفتن آیا جایی را که شما انتخاب کرده به عنوان اردوگاه جایی است که خدا و خداوند تو را مأمورت کرده که اینجا را انتخاب بکنی، وحی است یا ایز که به مشوره خود برای دیدگاه خود. برای خودت انتخاب کرده؟ گفت که برای خود انتخاب کرده. گفت از اینجا که اونو جا بهتر از جای دیگری را پیشنهاد کرد و پیغمبر خودم از رأی خود گذشت و اون جایی را که پیشنهاد شده بود برای شروع انتخاب کرد. و همچنان مثلا در مسئله اسیران بدر که تعدادی از مردم مکه وقتی که اسیر شدند، صحابه در بین خود اختلاف کردند، نظریات خود اظهار کردند، صرف منتظر نموندند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید در رابطه، بلکه رأی دادند و اظهار نظر کردند، حتی در بین خودشان پرخاش هم کردند. هر کدامشان یک نظری داشتند، مخصوصا دو نظریه که بسیار غالب بود در اونجا. یکی نظریه بود که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیشنهاد کرده بود که از اونها فدیه گرفته شود و رها شوند، و نظر دیگری هم بود که باید اونها سر بریده شوند به سبب به اصطلاح تا مشرکین به اصطلاح فهمانده شوند که اینها به اصطلاح به جزای اعمال خود برسند، که نظری حضرت عمر رضی الله عنه بود و پیغمبر خدا بالاخره نظر و اینا محصول سرکشی پی در پی خود مشرکین بوده، مسئول سرکشی خود مشرکین بود از جانبشان برای مسلمان ها رسیده. خب روی هم رفته قضیه آزادی بیان است، یعنی در اونجا در حضور پیغمبر دارای مخالف و متضاد وجود داشت و هر کدامشان هم آزادانه رأی خود اظهار میکردن و هیچ نوع بالایشان اجباری وجود نداشت. ولی یکیش از جانب وحی تایید میشه، یکیش از جانب وحی تایید میشود و یکی را پیامبر صلی الله علیه و سلم او را انتخاب میکند، به او عمل میکند و بالاخره وحی برعکس از او مثلا نازل میشود. خود امی پدیده اظهار نظر، وقتی که میبینیم در مجلس پیغمبر اظهار نظر صورت میگیرد و هر کس نظر میدن در یک قضیه معین،
این خودش نشان دهنده واضح از آزادی بیان است. خب موارد این چنینی خیلی زیاد است جناب. خیلی زیاد است. اساسا حد و مرزی که پیامبر صلی الله علیه و آله در اون وقت به آزادی احترام به آزادی بیان که احترام گذاشته و این حق برای دیگر داده بود مشخص شده یا خیر؟ در این قسمت عموما آزادی هست، هر کس میتوند رأی خود اظهار بکند، ولی یک سلسله مقیدات هست. البته کتاب های مثلا چند آیات از خلال آیات قرآن کریم ما میتونیم که وضع قیودی را وضع بکنیم، مثلا از استنباط میکنیم که قرآن کریم در اینجا مثلا بعض قیدای گذاشته. در آیت قرآن کریم آمده که بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. یعنی کسانی که فحشا را میخواهند منتشر کنند در بین جامعه، برای آنها عذاب الیم، عذاب دردناک وعده داده شده، هم در دنیا و هم در آخرت. خب جزی از امی نشر فحشا یک بخشش به قضیه بیان تعلق میگیره. وقتی کسی میاید که چیزهایی را برای جامعه به خورد جامعه میده از لحاظ بیان، که او را مردم به طرف فحشا میکشانه، انگیزه های فحشا را در جامعه تقویه میکند، معناش در اوج باید قید شود. بله، این آزادی بیان است ولی ناپسند. ناپسند است. پسندیده نیست. امر پسندیده نیست. بنان باید این چنین آزادی های باید در قید آورده شود. یعنی به آزادی در اسلام آزادی حیوانی نیست، چه از لحاظ کردار چه از لحاظ گفتار. بله. بلکه آزادی در اسلام یک آزادی قانونمند و چارچوب شده است. ارزش هم حفظ باشه، ارزش هم حفظ و عمل باشه، ناپسندی هم در بین نباشه. بر صورت در قسمت البته ما یک سلسله چیزایی است که فقهای مسلمان مثلا قیودات به شکل قاعده وار گذاشتن. ما در اینجا 10 قاعده فقها گذاشتن که آزادی بیان در چه حالت قید میشه. مطلقا آزاد هستی و جز در 10 حالت. ما به خاطر از این که موضوع بیشتر روشن شود من قواعد میگذارم. در اینجا یک قید گفته که آزادی بیان در حالات ذیل مقید میشه. یک، به فتنه و آشوب نینجامد. در صورت یک به فتنه و آشوب انجامد، در اون صورت قید نمیشه، به انجامه مقید میشه. اگر بب. اگر نینجامد، فتنه باعث فتنه نشود، باعث آشوب در جامعه نشود، آزاد است، هر چیزی را که میتونه بگویی. و دوم، اختلاف اجتماعی را باعث نشه. بله، اگر باعث اختلاف اجتماعی شد مقید میشه. دیگه در سوم چیز که بیم زیان رساندن به دیگران نباشد در اونجا. بله. چهارم چیز که باعث خدشه‌دار شدن کرامت و آبروی دیگران نشود. یعنی در صورتی که به آبرو و عزت دیگران تجاوز صورت میگیرد، عزتشان پامال میشود، در اینجا قید صورت میگیرد. بله. مقید میشه. دیگری که به اخلاق، قانون و نظام عمومی که در جامعه وجود دارد، این نظام پامال نکند، اخلاق جامعه را پامال نکند، نظام عمومی جامعه را پامال نسازد، قانون نشکنانه. اگر در صورت یک قانون عمومی جامعه را میشکناند، عرف عمومی جامعه را میشکناند و نظامی که در جامعه وجود دارد، حاکم است بر جامعه، او را از بین میبرد، در اون صورت باید مقید شود. و دیگه ایست که فضائل که در جامعه وجود دارد، این فضائل پامال نکند. هر جامعه در یک سلسله فضائل خدا دارد. اگر در صورتی که آزادی بیان سبب از بین رفتن فضائل در بین جامعه می شود، او باید مقید شود. دیگر امام غزالی یک نقطه را اضافه کرده، گفته که در صورتی که آزادی بیان باعث گسترش هوس و تقویت بدعت می شود، باید مقید شود. بله. هوسرانی های انسان ها بیانشان سبب از این می شود که اینا به اصطلاح هوس ها به اصطلاح انفجار می کنند و طوفان می کنند و در به اصطلاح و انتشار پیدا می کند در بین جامعه، فساد گسترش پیدا می کند و بدعت ها را باعث می شود در بین جامعه، در اون صورت باید مقید شود. نقطه هشتم، بریاکاری و مجاملت نینجامد. و نقطه نهم، باعث اذیت و آزار دیگران نشود. و در آخر، باعث بدامنی و
ناآرامی در بین جامعه نشه. خیلی خوب. حالا در این ده نقطه ما شما ببینیم هر آزادی بیانی که در جامعه ما و شما وجود دارد او میتوند آزادی داشته باشد، در اون صورتی که این قواعد و قوانین و حقوق دیگران را رعایت بکنه. بسیار تشکر. برنده های عزیز، مبحث ما پیرامون آزادی بیان در اندیشه اسلامی هست. این بحث همچنان با جناب دکتر صاحب ادامه دارد، اما پیش از آن یک میان برنامه کوتاه. مجدداً به ادامه برنامه خوش آمدید. جناب دکتر صاحب، روی هم رفته ما متاسفانه مواردی را که شما بیان کردین در صحه عمل شاهد هستیم و میبینیم. گاهی اوقات هم رسانه‌ای به بهانه آزادی بیان این قواعد رعایت نمیکنه و گاهی اوقات نهادهای با استفاده از کلمی مقدس و زیبای آزادی بیان این قواعد رعایت نمیکنه. روی هم رفته کارهایی که تحت عنوان آزادی بیان انجام می شود و این قواعد در تحت اون عمل رعایت نمی شود، پس ما ایره چی می توانیم که نامش بگذاریم؟ ایره ما تجاوز احساسش می کنم، یک تجاوز به حقوق دیگران. در قوانین بین المللی، ما امروز قوانین بین المللی رو می خوندم، در اونجا هم نوشته بود که هر کس می تواند که یک فکر و اندیشه ای را بپذیرد یا نشرش بکند و بیانش بکند آزاد است، به شرطی که به قوانین عمومی مثلا آسیب نرساند، به حقوق دیگران آسیب نرساند و به مشکلات باعث مشکلات در بین جامعه نشود و حقوق دیگران را تلف نکند. در اون صورتی که حقوق دیگران را تلف میشه، باعث آشوب در جامعه میشه، باعث فتنه و اختلاف در بین جامعه میشه، در اون صورت قانون مقید میشود. از نقطه نظر قوانین بین المللی هم که اونا بحث اسلام هم پیششان مطرح نیست، از اون نقطه نظر هم وقتی که بحث میکنیم اینا ایره مقید میسازن. پس در این صورت کسی که قوانین پامال میکند در واقع او بدماشی میکند به اصطلاح عوام و اونا میخواین که خواستهای شخصی خود بر قوانین بین المللی، بر قوانین ملی و اصطلاح حاکم بسازند و تحمیل بسازند. بله. جناب دکتر صاحب، یک مسئله خیلی مهم اینه که آیا آزادی بیان هم همان آزادی عقیده است یا اینکه با هم متفاوت هستند؟ آزادی عقیده چیزی دیگر هست و آزادی بیان چیزی مستثنا از آزادی عقیده. میتوند که با هم ارتباط داشته باشند. آزادی عقیده مختلف است، ولی آزادی بیان هم یک بحثی است که تو چیزی را که اعتقاد داری حق داری که امو معتقد خدا یا چیزی را که به او باور داری او را بیانش هم بکنی برای دیگر. مثلا این یک بحث است، او بحث دیگری است، ولی هر کدام با هم مرتبط هستند روی هم رفته. ولی تو او چیزی را که اعتقاد داری میتونی اعتقاد داشته باشی، ولی حق نداری که چی باور خودت با قیمت از بین بردن باور ما به سال بعد دیگران نشر بکنی. میتونی باور داشته باشی هر چه باور داری و باور خود عمل بکنی، ولی حق نداری که به باور ما تعرض بکنی و او با قیمت تعرض کردن به باور دیگران باشه. حالا مثلا به طور مثال مسیحیت میتوند که در خوبی های دین مسیح بیان بکند و هر چه دلش میخواهد بگوید مسیحی ها، ولی حق ندارند که به مقدسات مسلمان ها تعرض بکنند تا ای که مردم به مسیحیت رجوع بکنند. بله. به طور مثال یا یهودی ها اعتقاد دارند، حق دارند که دین خودشان را بیان بکنند و خوبی هایش را بیان بکنند، به هر وسیله ممکن در مورد در مردم تشویق بکنند به طرف دین یهودیت، این حقشان است، ولی این حق ندارند که تشویق کردن مردم به قیمت از بین بردن باورهای ادیان دیگر مخصوصا دین اسلام مردم را به او تشویق بکنند. جناب دکتر صاحب، در صدر اسلام هم ما مثالهایش را داریم. مثلا شما ببینید زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به انتشار دعوت اسلامی پرداخت، با لقب‌های گوناگونی از آدرس مشرکین پیامبر صلی الله علیه و سلم استقبال می‌شد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم ساحر می‌گفتند، کاهن می‌گفتند و حتی متهم به دروغگویی می‌کردند. اما عکس العمل پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر مشرکین چی بوده در اون وقت؟ عکس العمل پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر اونها
صبر و تحمل بود. ولی این یک حکمت نه به قیمت این که از وقتی که او را تحمل میکرد به اصطلاح تبلیغات سوء آنها را تحمل میکرد به عنوان یک پیغمبر، اما نه به عنوان یکی از چیز از خواستهای خود پایین بیاید و از نشر اسلام کنارگیری بکند و از پخش اسلام کنارگیری بکند و قیمتی از او نبود، بلکه در اسلام بانمود و با تمام جدیت نشر میکرد، پخش میکرد برای مردم و در مقابل اذیت و آزار مشرکین هم تحمل میکرد، تحمل میکرد. و ای به این معنی است که پس ای خود در مورد چیزی بود که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم با او تعامل میکرد که ابتدای دعوت بود. بله. آغاز دعوت بود. حکمت صبر هم همین بود. حکمت صبر هم در این نقطه بود. ولی بس وقتی که پسان میشود و مسلمان ها قوت پیدا میکنند، توانایی پیدا میکنند، و در اون صورت باز اینا قدرت دفاع از خودشان داشتند و میتونستند که از خودشان دفاع بکنند، از مبادی خود دفاع کنند، از مقدسات خود دفاع بکنند. در اون صورت باز مسلمان ها حتمی نیست که به اون شکل به اصطلاح صبر و تحمل داشته باشند و به اون تحمل و بالای خود اجبار بکنند خدا برای این که هر چی که دیگرها میگویند و اینا صرف بشنوند از اونها، و بلکه اینا حق داشتن که از خودشان دفاع بکنند و از مقدسات خود دفاع بکنند و کسی که به مقدساتشان تجاوز میکند اونا را سر جایشان بشانند. بله. جناب دکتر صاحب، با در نظر داشت قوانین و مقرری که حتی شما از مقرر بین الملل نام بردین وجود دارد و مواردی را که شما یاد کردین، در واقع اگر این قاعده ها در نظر گرفته نمی شود، پس این حرکت به معنی واقعیش یک تجاوز هست، نه آزادی بیان. خب روی هم رفته اساسا اشخاص و افراد، نهادها و یا هم رسانه‌ای که چنین عملی را انجام میتن، پس راه مبارزه چیه در برابر راه مبارزه به اونایی است که در ابتدا برای از اونا نصیحت شوه تو از این کار دست بردارن، و اگر راه خدا باز هم ادامه میدادن به اونها، تنها راهی که وجود می داشته باشد، امکانش می داشته باشد که به او مقابله بکنید، باز ضروری است که باید او متوقف شود، مخصوصا در کشور اسلامی. بله. و کشورهای غیر اسلامی در صورت زیر نام آزادی بیان به مقدسات مسلمان ها تجاوز میکنن، باز اونا منتظر عکس‌العمل های منفی باشن. وقتی که عکس‌العمل منفی علیه از اونا صورت میگیرد، در اون صورت این یک بهانه بالاخره خود اونا جور میکنند و مسلمان ها را به مدور به تعبیر امام شافعی رحمت الله علیه گفته که من استقده به فلم یقده فهو حمار، اگه کسی که به غضب آورده شود و غضب نشود او حمار است، خر است. یعنی به این معنا که وقتی که اونها غربی ها میخواهند در واقع مسلمان ها را به غضب بیارند، بله، میخواهند که اینها را براشفته بسازند و تا اینها را بنمایانند بر جهانیان که مسلمان ها یک مردم کودن، نادان و بیعقل هستند و به خاطر مسائل بسیار خرد و کوچک براشفته میشوند، بنان اینا لیاقت رهبری دنیا را ندارند، لیاقت ایران ندارند که تمدنشان یک تمدن جهانی شود. در اساسا بس تمدنی است. خب اساسا اگر قرار بر این باشه که این سناریو در واقع روی یک هدف بزرگ ساخته می شود و همانطوری که شما اشاره کردین و این کارم در واقع کارهای پروژه خود بود، خشم و غضب مسلمان ها که در کشور خودشان اینا روی خشم و غضب می آیند، پس پاداش و پیامد این خشم و غضب به کیها برمی گرده؟ ما حقیقتی است که مثال های عینیش چند روزی پیش که در کشور خود ما دیدیم، یکی است که مسلمان ها در کشورهای خودشان احتجاج میکنند، مظاهره میکنند و مظاهرهایشان صلح‌آمیز میباشد، این قابل استقبال است. بله، قابل تقدیر و ستایش، قابل تقدیر و ستایش هم رفته، فرصت طلب های هم هست، ولی اینا باید تلاش بکنند که به خاطر اظهار قهر و غضبشان به خودشان آسیب نرسانند، به ملتشان و به مردمشان، به حکومتشان، به جامعه خود آسیب نرسانند. وقتی که اینا به جامعه خودشان آسیب میرسانند، به ملت خودشان آسیب میرسانند، که از یک طرف از لحاظ مادی هم به برای خودشان آسیب میرسه،
و از طرف دیگری هم برای دیگرها دستاویز میتن که ببینه که مسلمان ها مردم مسلمان ها افراطی و خشن افراطی هستند و خشن هستند، حتی به کشور خودشون هم دلشون نمیسوزه و به ملتشون هم دلشون نمیسوزه. و این اعمال خشونتبار در هر جایی باشد قابل نکوهش است، قابلی است که او باید منع شود. بله، خب اساسا مسئله اسلام سیتیزی روان هست در کشورهای مختلف، فعلا دارن روی برنامه کار میکنن و یگانه عاملی که میتونه در واقع جلوی رشد اسلام در اون کشورها بگیره این اعمال مسلمان ها یا خشونتی بیش از حدی که بنام مسلمان و در کشور اسلامی انجام میشه. خب چی تضمینی وجود دارد؟ اینهایی که مثلا اونجا میرن خشونت میکنن آیا واقعا اینا مسلمان هست یا نه؟ چی تضمینی وجود دارد که از آدرس اشخاص و افراد و یا نهادها اینا مأموریت نداشته باشند برای انجام چنین کارها و چنین اعمالی؟ ما اگر توانسته باشیم که به دنیا ثابت بکنیم که اسلام در واقع هیچ عمل خشونتبار نمیپذیره و ما مسلمانی نیستیم که حتی به کشور خود ما، به انسانهای خود ما آسیبی بهش برسانیم، ما چگونه میتونیم که منطقی واقعی اسلام که محصول مفاهیم قرآنی هست برای دیگر را برسانیم و تا باشد که اونهایی که در صدد کار پروژه هستن و در نتیجه ناکام شوند و از این کارهایشان هم دست بردارن؟ ما یک را داریم در این قسمت که به خاطری که چهره اصلی اسلام برای جامعه و برای جهانیان معرفی بکنیم، اولشی که نسل جوان ما را مطابق فهم اصیل اسلام تربیت بکنیم و ای را از طریق رسانه های ما، از طریق رادیو، تلویزیون، از طریق اینترنت، از طریق حلقات درسی، از طریق صنف درسی، از طریق کنفرانس، سمینار و امثال از اینا ما ایره به خورد جامعه خود برسانیم و چهره حقیقی اسلام و فهم حقیقی اسلام برای جوانای خود بفهمانیم و اونا را تربیتشون کنیم بر اساس در این فرصتی که آل جوانان بیشتر شکار استعمار شدن. شما چی رای حل مناسب میبینین برای جمع کردن جوانا در آدرسایی که شما نام بردین؟ در این قسمت ما رای اساسی شمی است که ما جریان های اسلامی وجود داشته باشند که ای جریان های اسلامی برای زمین فکر و اندیشه کار کنند. این به شکل انفرادی نمیشه که یک فرد بخیزه و کل جامعه را اصلاح بکنه. و امکانش هم نیست. فقط رای که وجود دارد ای است که ما جریان های اسلامی ایجاد شود. این جریان های اسلامی بالاخره کار کنند، نسل جوان را بسازند. این نسل جوان بالاخره به یک مرحله از برسند که بتوانند بلاخره حکومت هم اصلاح بکنن، نظام هم اصلاح بکنن و رسانه ها و امکاناتی که به اصطلاح در آگاهی دهی جامعه کاربرد داره این امکانات به خاطر اصلاح جامعه به کار ببرن و در بلاخره یک حکومت اسلامی نمونه را ایجاد بکنن. حکومت اسلامی نمونه وقتی که میگویم ایز که ما نمیگویم که 100% ما حکومت حضرت عمر ساخته شود، بالاخره با معیارهای امی عصر در عصر زمان خودش در عصر زمان خودش علی‌الاقل یک حکومت نمونه باشد که امو فهم اصیل اسلام برای جامعه هم تقدیم بکند و هم تطبیقش بکند، تطبیق بکند تا اینها دستاویز نشوند برای سرکوبی اسلام، سرکوبی مسلمان ها و دیگرها هم وقتی که میبینن اگر چهره خشن بعضی از جریان های بنام منصوب به اسلام میبینن علالقل در یک حکومت اسلامی اصیل و درست هم ببینن. و بالفعل خدمتتون عرض بکنم که غربی ها نمیخواین که همینطور یک حکومت به وجود بیایه، همینطور جریان به وجود بیایه. من حیث یک مثال، من یک کتاب یک روز میخوندم، یک از در اون کتاب نوشته بود از یکی از سفیرای کشورهای غربی نوشته کرده بود که یک سفیر کشورهای عربی و باز با یک سفیر کشورهای غربی نشست کرده بودن، باز اون غربی رو پرسان کرده بود که شما چرا مثلا یکی از حرکتهای اسلامی دنیا اسلام گفته بود شما یارو منع میکنید، نمیگذارید که اینا به اصطلاح به قدرت برسن. او بازه گفته بود که یارو به این خاطر نمیمونیم که حکومت عمری میارن، حکومت عمری میارن. و گفته بود برداشت شما از حکومت عمری چی است؟ تو حکومت عمری است که ما برداشته که داریم او در زمین میخوابه و زیر سرش سنگ میباشد ولی عدالت بر جهان میاره. حکومت بر مبنای عدالت، حکومت بر مبنای عدالت بر جهان میخواه. ما همچه یک حکومت نمیخواهیم بیایه. خب حالی که بله، ما
تلاش باید بکنه. وقتی که حکومت ها نمیخواین همچی چیزی را، علالقل جریان های اسلامی باید به وجود بیاین که بر اساس همی فکر و اندیشه بنیادهای خود ساخته باشند، روش تربیتی خود ساخته باشند و امی بر اساس امی فکر جوانان را تربیه بکنند تا بالاخره آهسته آهسته ای به یک مرحله برسد که بتوانند اینها یک جریان فراگیر اسلامی که نمایانگر فهم اصیل اسلام باشد برای جامعه تقدیم بکنند و اینا عدالت اسلامی را در بین جامعه برمغان بیارند. خب امروز این خیلی واضح و آشکار است که در همه کشورها متاسفانه ملت ها قربانی هست، قربانی سیاست غلطی که حلقات مشخص در رأس قدرت ها قرار دارد و اونها هم در واقع منطور که شما گفتین حکومتی که بر مبنای عدالت استوار باشد قطعا نمیخوان. مسئله که چند روز پیش اتفاق افتاد تحت عنوان آزادی بیان بر اندیشه بیشتر از 1.5 میلیارد انسان تعرضی سریح صورت گرفت و پیامدش هم قتل و کشتار چند نفر در اونجا و بعدش هم انفجار چندین مساجد در کشور فرانسه و حتی خشونت هایی که در کشورهای اسلامی هم متاسفانه از آدرس حلقات صورت گرفته و اینکه کار پروژه‌ای بوده و یا هر چیزی اون معلوم هست. چی فکر میکنین که درست است که از یک طرف مسئله اسلام حراسی هست و این در واقع کار میکنه با اونها، اما از طرف دیگر شورای روابط ادیان که در اونجا ایجاد شده و در واقع یک نوع زندگی مسالمت آمیزی بین پیروان ادیان در اون سرزمین ایجاد شده و به وجود آمده، چقدر میتونه که این روابط آسیب پذیر بسازه این گونه حرکات؟ بدون شکی خیلی آسیب پذیر بسازه، به خاطر ای که اونا پیروان ادیان دیگر علیه مسلمان ها براشفته میسازه و اونا را کینه و عداوتشان نسبت به مسلمان ها بیشتر می سازه، اونا دست به عکس‌العمل می زنن و این عکس‌العمل ها به عکس‌العمل های دیگری را از طرف مسلمان ها ایجاد می کند. وقتی که کسی مظلوم قرار گرفت طبعا عکس‌العمل نشون می ده. در اون صورت باز این منتج به این می شود که یک اختلاف عمیق بین دو ملت، دو امت، امت اسلامی و امت مسیحی به وجود می آید و این به اصطلاح ریشه هایش گسترش پیدا می کند از یک کشور به کشور دیگری، از یک کشور به کشور ثالث و همینطور. این سبب آسیب پذیری بسیار عمیق زندگی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان مختلف می شه. بسیار تشکر جناب دکتر شب از این که پرسش های دیگری هم هست، اما متاسفانه فرصت گفتگوی ما به پایان رسیده. باز هم سپاسگزار هستیم از شما که دعوت ما را پذیرفتون و در بحث حاضر شدید. تشکر از شما. بیننده های عزیز، همچنان از شما سپاسگزار هستیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. گفتگوی ما در همین جا به پایان رسید. بقیه بخش های برنامه امت بعد از یک وقفه تقدیم شما می شود. همچنان با ما باشید. مجدداً به ادامه برنامه خوش آمدید. در این قسمتی از برنامه گوشه هایی از زندگی یک تن از دعوتگران امت اسلامی آماده نشر است که با هم میبینیم. گوشه های از زندگی ابن حزمی اندلوسی، ابو محمد علی ابن ابو عمر، احمد ابن سعید ابن حزمی قرطبی اندلوسی، معروف به ابن حزم ظاهری، از بزرگان سیاستمداران و دانشمندان اندلوس است. ابن حزم در آخرین روز ماه مبارک رمضان سال 384 هجری نومبر 1994 میلادی در قرطبه به دنیا آمد. پدر او وزیر ابو عامر ملقب به ابو المنصور یکی از امویان در آن دیار بود. در همان ابتدا در ادبیات و اخبار گذشتگان و شعر در منطق و اجزای فلسفه به استادی رسید و تأثیری بر وی نهاد. این علم وی را در نگارش کتابهای مساعدت کرد که در آن روی کرده قابل توجه به علم منطق که آن را بر دیگر علوم برتر می دانست داشت. او علم منطق را در رأس علوم اسلامی می دانست و رنجهای بسیاری را به خاطر آن متحمل گشت. در علوم نقلی تبحر فراوانی داشت. ویژگی های شخصیتی بر پایه نوشته های خود ابن حزم و گزارش های تاریخ نگاران بیگمان می توان گفت که وی از لحاظ روانشناسی فردی مردی ویژه بوده و برخی از این ویژگی های وجودش در دوران زندگانی وی انگیزه رنج ها و ناآرامی های گوناگون برای او شده بود است. ابن حزم از یک سو دارای روحی بسیار حساس، طبیعی، شاعرانه،
و در دوستی‌هایش با انسان‌های همگونه خود بسیار سیوار و وفادار بوده و از سوی دیگر در باورها و اندیشه‌هایش سخت تعصب می‌ورزیده است. نقدها به علت سازوکاری که پیش گرفته بود، دسته‌های از مسلمانان از نوشته‌های وی روی گرداندند و او را رها ساخته و از وی گریختند و زمان مورد آزار قرار گرفت. برخی از علما به او توجه کرده و در کارهایش با قصد انتقاد و بهره بردن و گرفتن و نیز مؤاخذه نمودن جستجو و تحقیق نمودند و در آن مروارد گرانبهایی را یافتند که در پوسته بی ارزش پیچیده است. بنابر این گاهی از آن به وجد می آمدند و گاهی خرسند می گشتند و گاهی از یک تازی او به تنگ می آمدند. روی هم رفته کمال و تواناییش مورد توجه بود. جز سخن محمد صلی الله علیه و سلم سخن هر کس را که می خواست می پذیرفت یاری ها می نمود. در تمام علوم دست می برد و تبحر کسب می نمود. در نقل احادیث مهارت بسیار داشت و در نظم و نثر یدی طولانی داشت. انسان دیندار و بسیار خیر بود و اهدافی زیبای در سر داشت و نوشته هایش مفید بود. نظر دیگران ابو حامد غزالی می گوید درباره اسماء خداوند تعالی کتابی را یافتم که ابو محمد ابن حزم اندلوسی آن را نگاشته و نشانه قدرت بالای حفظ و حضور ذهن بسیاری است. امام ابوالقاسم سعید ابن احمد می گوید ابن حزم در بین همه اهالی اندلوس علوم اسلامی را بیشتر در خود گرد آورده بود و علوم سخنوری او وسیع تر از همگان بود و در علم بلاغت و شعر ذوق زیادی داشت و دارای شناخت فراوان بر زندگی نامه ها و اخبار گذشتگان بود. پسر او درباره 400 تعریف پدرش ابو محمد به من خبر داد که بالغ بر 8000 صفحه بود. ابو عبدالله حمیدی می گفت ابن حزم حافظ حدیث و فقه بود و احکام را از کتاب و سنت استنباط می نمود. در انواع علوم خود را مشغول می داشت، به علم خیش عمل می کرد. کسی را مانند او ندیدم که هوش، سرعت حفظ، تقوا و دینداری همه را با هم داشته باشد. در ادبیات و شعر شایستگی و ذوق سرشار داشت. هرگز کسی را ندیدم که مانند وی با چنان سرعتی شعر بسراید. شعرهای بسیاری دارد که آنها را بر اساس حروف الفبا جمع کرده است. آثار ابو رافع پسر ابن حزم پس از مرگ وی اعلام کرد که وی 400 اثر از خود به جای گذاشته است که این آثار مکتوب بالغ بر 80000 صفحه می شود. بد انسان وی را از لحاظ کثرت نوشته هایش با محمد ابن جریر طبری نویسنده مشهور مقایسه کردند. وی در علوم دیگر مانند فقه و اصول و کلام و علوم شرعیه، نظم و نثر، علم منطق و طب و غیره نیز تبحر پیدا کرد تا جایی که هیچ کس در اندلوس به اندازه وی معروف نبود. ابن حزم همچنین 6 دین یعنی مسیحیت، یهودیت، صائبین، آیین مانی، آیین مجوس و آیین براهمه یا هندویزم را با رویکرد اسلامی بررسی و مطالعه کرده و به انتقاد از عقاید آنها پرداخته است. او سرانجام در سن 71 سالگی در سال 456 هجری در اسپانیا دای اجل را لبیک گفت. دیدگاه های اقتصادی ابن حزم. ابن حزم پیرامون مسائل اقتصادی زمانه خود به طور کلی به چند حوزه پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار داده است. آنها عبارتن از مسئله نیازهای اساسی و فقر. ابن حزم به 4 دسته از نیازهای اشاره دارد که به عقیده وی از نیازهای ضروری بشری بوده و به عنوان استانداردهای زندگی مطرحند. این نیازها عبارتند از خوراک، پوشاک، نوشیدنی و سرپناه یا مسکن. ابن حزم دولت را مسئول برآورده ساختن نیازهای اساسی می داند. وی همچنین برای اغنیا نیز وظیفه خطیر مخصوصاً در مناطق سکونت آنها قائل است و آنها را مسئول برآورده ساختن نیازهای فقرا می داند. زکات ابن حزم در بحث پیرامون زکات به موقعیت ممتاز این نهاد و نقش طبقه غنی جامعه در از بین بردن فقر در میان فقرا و توحیدستان اشاره می کند. به عقیده ابن حزم اگر کسانی که توانایی پرداخت زکات را دارند و از پرداخت آن خودداری کنند، بر دولت اسلامی لازم است که چی از طریق مسالمت آمیز و چی از طریق اجبار این زکات را دریافت کند و چنانچه پرداخت کننده زکات از آن اجتناب ورزد، حتی علیه او به جنگ برخیزد و اگر کسی ضرورت زکات را انکار نماید می توان به عنوان مرتد با آیه برخورد کرد. ابن حزم به اندازه به پرداخت زکات اسلامی لازم است که شود که معتقد است اگر شخصی در طول زندگی خود زکات را پرداخت نکند، لازم است که پس از مرگ وی از دارایی و ماترکش زکات را برداشت نماید
و این چنین زکاتی در حقیقت نوع قرضی به خداوند متعال هست، مالیات. ابن حزم به شدت نگران مسئله عدالت در نظام مالیاتی بود. عقیده وی پیش از وضع هر نوع مالیاتی باید مصالح مردم در نظر گرفته شود. همچنین این مصالح در جریان مالیات نیز باید مد نظر قرار گیرد، زیرا این مردم هستند که پرداخت کننده مالیاتند. برای همین هر نوع ضرر و زیانی که بر مردم وارد گردد در نهایت اثر خود را بر کل نظام و به تبع جمع‌آوری مالیات خواهد گذاشت. میل به پرداخت مالیات در تئوری‌های مالیه عمومی به همین معناست. و این هم اخبار هفتگی جهان اسلام است که تقدیم شما می شود. اتحادیه جهانی علمای اسلام که شیخ یوسف القرضاوی ریاست آن را بر عهده دارد، در بیانیه سوزاندن الکساسبه را توسط داعش محکوم کرد. در این بیانیه آمده است این اتحادیه سوزاندن خلبان اسیر اردنی را محکوم می کند و ما این اقدام را اقدامی جنایتکارانه می دانیم که مغایر با شرع دین مبین و سنت صحیح نبوی است. این اقدام نه بر اساس اصول شرع است، نه قواعد درست اجتهاد فقه و نه فتاوی شرعی. علامه القرضاوی در این بیانیه افزود اتحادیه علمای مسلمان تاکید میکند که این سازمان تندرو در هیچ چیزی بیان کننده اسلام نیست و بلکه با رفتار خود اسلام را بدنام میکند و این اقدامات دست داشتن این سازمان را در توطئه های موجود در شرق و غرب جهان که هدف از آن بدنام کردن اسلام و مسلمانان است تایید میکند. وی اضافه کرد علمای امت اسلام مقابله جدی با این اندیشه افراطی و منحرف، تبیین حقایق برای مردم، برملا کردن این ناهنجاری های فکری و عقیدتی و از بین بردن چنین سازمان هایی را که دین اسلام و وجهه آن را در سراسر جهان بدنام می کند خواستارند. با گزارش خبرگزاری رویترز از دبی و عمان، شیخ سلمان العوده از دعوتگران سعودی نیز در صفحه شخصی خود در توییتر گفت سوزاندن جنایتی مردود است که به هر علتی که باشد شرع آن را رد می کند. شیخ احمد طیب شیخ الازهر نیز این اقدام تروریستی وحشیانه را محکوم کرده است. استاد راشد القنوشی دبیر کل جنبش نهضه تونس و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمین به شدت سوزاندن معاذ کساسبه خلبان اردنی را محکوم نمود و گفت این کار وحشیانه بوده و دین اسلام از این وحشیگری ها و انجام دهندگانش بریست. استاد قنوشی در واکنش با آتش زدن خلبان اردنی اظهار داشت این کار بخشی از وحشیگری های داعش است، کار زشتی که مانند آن در تاریخ اسلام بی سابقه است، چرا که فقط خداوند جبار است که ستمگران و بدکاران را با آتش کیفر می دهد. بنابراین ما این عمل وحشیانه را محکوم می نماییم. این رهبر بلند آوازه اسلامی با انکار این ادعا که گویا چنین کارهایی به سود اسلام است، خاطر نشان نمود خدمت به اسلام در سایه و قالب کارهای وحشیانه ممکن نیست. پس بر ما لازم است مردم را با راستی های دین اسلام که عبارت است از مهر و عدل و دادگری بیش از پیش آشنا نماییم، تا مبادا چنین اعمالی به آن دین رحمت منتسب شود، در حالی که اسلام از این گونه افراد و وحشیگری هایشان مبراست. استاد قنوشی در پایان خواستار مقابله با این وحشیگری شد و توصیه نمود این کار تنها از طریق خشکاندن و نابود کردن پیش زمینه های بروز این کارهای زشت و درنده خویانه چه فکری و چه سیاسی امکان پذیر است و بس. اداره فدرال فناوری اطلاعات و ارتباطات عمومی روسیه طی بیانیه انتشار هر گونه تصویر، کاریکاتور و متنی را که منجر به اهانت به مقدسات اسلامی شود را جرم دانست. بر اساس این بیانیه انتشار هر نوع کاریکاتوری که به نوی حجو نسبت به رهبران دینی شود اقدامی خلاف قانون بوده و بر اساس قانون مقابله با افراطیگری در روسیه با انتشار دهنده این تصاویر برخورد خواهد شد. همچنین حزب لیبرال دموکرات مجلس دومای روسیه در تلاش است تا در روزهای آینده با ارائه دادخواستی به دادگاه بین المللی خواستار مجازات اهانت کنندگان به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هر نوع مطلبی که موجبات ناراحتی مسلمانان را فراهم آورد شود. چند روز پیش نیز پس از آن که یکی از سرمایه‌داران روس از روزنامه‌های این کشور خواست تا کاریکاتورهای توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را منتشر کنند، گان رمضان قدیروف
رئیس جمهور جمهوری خودمختار چچن روسیه و ایران دشمن مردم چچن اعلام کرد و تعدادی از نمایندگان مجلس دومای روسیه خواستار مجازات این فرد شدند. مسلمان شدن بلوم جنجالی در آلمان براه انداخته است. بلوم 24 ساله علت گرویدن خود به اسلام را چنین بیان کرد: اسلام به من امید و قدرتی فوق‌العاده داده است و میگوید که با بسیاری از دوستانم درباره دین گفتگو کردم و کتاب‌های دینی خواندم و در سایت‌های اینترنتی نیز به بحث و تحقیق پرداختم و سرانجام به این باور ثابت یعنی دین اسلام که همکنون معتقد به آن هستم رسیدم. بلوم اعلام کرد که از زمان گرویدن به اسلام 5 نوبت نماز می‌خواند و غذای حلال مصرف می‌کند. کارگردان فرانسوی ایزابل ماتیک اسلام خود را اعلام کرد و ای بر پیج خود در فیسبوک اظهار داشت بعد از قتل عام شارلی ابدو مسلمان شده است و افسود مخالفان یا دشمنان اسلام محمد صلی الله علیه و سلم را مسخره می کنند اما باید بدانند که هیچ زیانی به او نمی رسانند چرا که آنان کاریکاتورهای مردی را رسم کردند و برای او اسم و نقاشی و حروفی گذاشتند ولی در حقیقت او محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نبوده و پیامبر ما نیست. این کارگردان فرانسوی خاطر نشان کرد حکمت در پاسخ ندادن به اقدامات تحریک‌آمیز است. پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم ما را از جواب دادن به چنین اقداماتی نهی کرده است. به همین دلیل زمانی که شارلی ابدو چیزهایی را درباره پیامبر پخش خواهد کرد احتیاط پیشه کنید و نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز از خود واکنش نشان نداده و اصلا به چنین افرادی اهمیت ندهید. ایزابل از هنرپیشه مراکش هشام بهلول به خاطر پخش خبر اسلام آوردنش در روزنامه‌های مراکش تشکر کرد و او در پیج خود در فیسبوک کلمه شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را نوشت. ماتیک در ادامه گفت در طی سفر آینده خود به شهر زکوره در مراکش نام جدیدی برای خود انتخاب خواهد کرد. لازم به ذکر است ایزابل تا کنون به خاطر گرویدن به اسلام نظرات و کامنت ها و تبریکات زیادی را دریافت نموده است. بیننده های عزیز، داشته های برنامه امت در همینجا با پایان رسید. سپاسگزار هستیم از همراهی هر یک شما تا این لحظه. تا برنامه بعد که در خدمت قرار می گیریم شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. خدا نگهدار. تهیه شده در تلویزیون نور.